سلام آقا بهمنی، صدای من رو به گوش دوستان برسونید. با اینکه متاسفانه عده‌ای افرادی که در درون خودمون هستن و مقاصد بدی هم دارن نمیذارن صدای من به گوش دوستان برسه، اما اگر شما به خاطر اینکه عزیزانی واقعا نگران هستن، میگن اگر وایس ها نباشه، اگر تشویق ها نباشه، اگر همدلی ها نباشه، ممکنه که تحسن با شکست روبرو بشه، شما از طرف من این رو به گوش دوستان برسونید، وایس رو به گوش دوستان برسونید. گرچه من بعید میدونم که اجازه داده بشه وایس ها به گوش دیگران برسه، ولی که شما به گوش دوستان برسونید این تحسن، اگر که واقعا شکست بخوره و از بین بره، ممکنه که ما واقعا هستیمون از بین بره. 10 ماهه که تلاش بیوقفه کردیم، 10 ماهه که واقعا ایستادگی کردیم. متاسفانه بانک مرکزی خیانت کرده، متاسفانه قوه قضاییه هنوز رأی قطعی صادر نکرده، متاسفانه از بین سپرده گذاران افرادی به دیگران خیانت کردن و در حال حتی همین حال خنجر زدنه. اما عزیزان نباید این تحسن رو اجازه بدن که از بین بره، به دلیل تمام زندگی ما، تمام در واقع هستی ما بسته به اینه که این تحسن بتونه که مطالبات رو برآورده بکنه و به یک نتیجه مطلوب برسه. یعنی تا وقتی که نتیجه قطعی رو نگرفته این تحسن ادامه پیدا کنه. کار سختیه، کار آسونی نیست، کار بسیار دشواریه، ولیکن همواره رسیدن به نتایج بزرگ کار سخت و دشواری بوده. در عینی که سخت، با همدلی میشه آسونش کرد، با همراهی و اتحاد میشه پیشش برد و به نتیجهش رسوند. دوستان باید به یاد بیارن که این پول رو ظرف 1 ماه، 2 ماه، 1 هفته، 2 هفته جمع نکردن، چه بسا سالها و سالها و روزها و روزها و ساعتها بابت جمع‌آوری این پول زحمت کشیدن که به یک باره از دستشون خارج شده. بنابراین اگر که دوستان میخوان که به نتیجه مطلوب برسن، نباید فریب ها و نیرنگ های بانک مرکزی رو اجازه بدن به نتیجه برسه. یکی از این نیرنگ ها همین اعلام دوباره بعد از 2 ماه زیر 200 میلیونی ها با کسر 40-50% در واقع سود و اصل پوله. بنابراین دوستان نباید کوتاه بیان و اجازه بدن که به این شکل ظالمانه اوضاع به نفع اونها پیش بره. سخته، سخته، مقاومت سخته، همواره سخت بوده، اما پیروزی عوضش خیلی شیرینه. پیروزی میتونه تمام این سختی ها رو از بین ببره. دوستان باید بدونن که اگر که مقاومت نکنن، نمونن و ادامه ندن این راه رو، در نتیجه با یک شکست غم‌انگیز روبرو میشن، یک شکستی که تا ابد باید بر دوش خودشون سنگینیش رو به دوش بکشن و ببرن. سنگینی بسیار زیادی خواهد داشت. شاید اگر مقاومت کنن 1 ماه دیگه، حتی شاید من نمیدونم، ولی 1 ماه دیگه حد اکثرش طول بکشه. ولی که اگر که مقاومت رو در هم بشکنن و کنار بکشن، سالیان سال باید با درد و زخم شکست از بین رفتن ظالمانه دارایی هاشون کنار بیان و به نوعی خودشون رو متقاعد کنن که صرف عدم همدلی و اتحاد ما و صرف عدم حق خواهی و رفتار حق طلبانه ما باعث شد که آینده بچه هامون در یک مؤسسه فاسد از بین بره. انشاءالله دوستان کنار هم باشن. آقا بهمن، صدای من رو به گوش دوستان برسونید و بهشون بگید که بنده کنار عزیزان بودم و هستم، حتی اگر که چه که حضورم محدود شده و محدود کردن این حضور رو، ولی من با تمام قوا همچنان هستم و کنارشون خواهم موند و خواهش میکنم اونها هم تک به تک، فرد به فرد، مسئولانه در کنار همدیگه باقی بمونن، چون الان وقت پخش مسئولیت و انداختن مسئولیت به گردن دیگری نیست. هر کسی که مشارکت نکنه و کمک نکنه که ما به حق و حقوق قانونی خودمون برسیم، اونم در چارچوب قانون،
حقیقتا ظلم کرده و باید تا ابد با این ظلمی که کرده و با وجدان خودش کنار بیاد. و مطمئن باشید کار ساده ای نیست با وجدان کنار اومدن وقتی بی وجدانی میکنیم.